به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یکشنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. با سلام گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب باشه و در کمال صحت و سلامت به سر ببرید. با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان، این برنامه رو به شما عزیزان ارائه میدم. امشب میخوایم راجع به کاهش وزن صحبت کنیم و تو این چند وقت اخیر خیلی‌ها با من تماس گرفته بودن و راجع به کاهش وزن صحبت کرده بودن، ولی یه چیزیه که هنوز مثل این که خیلی‌ها بهش عقیده ندارن که شاید هیپنوتیزم بتونه به افراد کمک کنه برای کاهش وزن. حالا ما می‌خوایم بررسی کنیم، به شما بگیم که چطور میشه که هیپنوتیزم در کاهش وزن کار می‌کنه، اثر می‌ذاره. عزیزان من، اول اینی که چند تا اصوله که باید راجع به کاهش وزن بدونیم، حالا چه با هیپنوتیزم چه بدون هیپنوتیزم. یکی این که موضوع هورمون ها هست، یعنی اگه کسی پیش من بیاد برای کاهش وزن و بخواد وزن کم کنه، اگر بیشتر از 20 پوند بخواد کم کنه، ما احتیاج داریم به مدیکال فرم، یعنی که باید دکترش تمام آزمایش هایی که باید انجام بده رو انجام بده. حالا آزمایش خون، آزمایش هورمون ها، که ما ببینیم آیا هورمون های اون شخص که میخواد لاغر بشه، آیا هورمون هاش به خوبی کار میکنه یا نه. کم کاری غده تیروئید یکی از بیشترین چیزهایی که، یعنی بالاترین چیزهایی که ما میبینیم که معمولا ناراحتی به بار میاره برای کاهش وزن. پس همین یکی هورمونه. دومی استرس هست. داشتن استرس برای امروز روزه که نقل و نبات همگی داریم و متاسفانه استرس کاری که میکنه کورتیزول رو ترشح میکنه و کورتیزول باعث چاقی میشه، مخصوصا در نواحی شکم و پهلوها. پس اگر شما در نواحی شکم و پهلوها چاق هستین و میخواین لاغر کنین، بعد استرستون رو حالا یه کاری به حالش بکنین. حالا راجع به این که چه کارهایی میتونیم بکنیم که استرسمون کم بشه براتون در انتهای برنامه صحبت میکنم. چیز سومی که خیلی مهمه این انگل ها هست، پارازایت ها هست، این چیزهایی که مثلا باکتری های بدی که توی دستگاه هاضمه وجود داره میتونه خلل در کاهش وزن خلل به وجود بیاره. پس ما این انگل ها، این پارازایت ها، این ناراحتی های دستگاه جهاز هاضمه رو باید باهاش یه نگاهی بکنیم. مثلا خیلی از اشخاص به غذاهای مختلف آلرژی دارن و خودشون هم نمیدونن، مثلا نمیدونن، فکر میکنن باید مثلا گوشت قرمز نخورن ولی مرغ میخورن، ولی در صورتی که نمیدونن مرغ به علت اینکه هورمون های خیلی زیادی داره توش باعث چاقی خیلی زیادی میشه و فکر میکنن که چون گوشت قرمز نمیخورن پس لاغر میشن با مرغ، دستا که این درست نیست. یا اینکه مثلا فکر میکنن خب حالا گوشت و مرغ نخورن، سوی بینز بخورن به جاش، که اونم میبینیم متاسفانه استروژن رو بالا میبره و خیلی کار نمیکنه. اصل بیان من اینه که برای همه یه جور دایت هیچ وقت کار نمیکنه. بعضیا میرن با دکتر اتکین، بعضیا میرن با اینترمیدیت فاستینگ، بعضیا میرن با خوردن مثلا سه وعده کوچیک که پروتئین هم داشته باشه، بعضیا اصلا
هضم میکنن یک وعده غذایی رو. ببینید عزیزان، باید ببینیم برای شما چی کار میکنه. مثلا راجع به انگل ها صحبت کردیم، اجازه بدین این مبحث رو تموم کنیم بریم سر یه مبحث دیگه. این سالات هایی که شما بیرون از خونه چه رستوران میل میکنین ممکنه باعث خیلی از انگل های مختلف باشه. باید اینو حواستون باشه که اگر تو خونه سالات میخواین استفاده کنین، سالات بخورین، حتما با یک قاشق بیکینگ سودا این طعم وجتبل ها، سالات ها، سبزی ها، کاهوهاتون رو حتما بشورین. یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه اینها رو بذارین توی بیکینگ سودا یا همون جوش شیرین و بعد از 10 دقیقه بشورین و بعد استفاده کنین و نوش جونتون کنین. این آلرژی ها رو، آلرژی های غذایی رو ببینین. مثلا بدونین که مثلا خیلی ها هی میگن آب بخوریم لاغر میشیم. آب خوردن برای خیلی ها این کار رو واقعا میکنه، یعنی خیلی ها رو لاغر میکنه، ولی برای کسی که آب رو توی بدنش نگه داره و اینفلیمیشن باشه، خب اون آب خوردن برای اون شخص کار نمیکنه. پس عزیزان من، باید حواستون به این چیزهای کوچیک باشه و ببینین که آیا مثلا توی بدنتون اینفلیمیشن دارین ندارین و یه تستی انجام بدین. خوابی که اون شخص که میخواد لاغر کنه، اولین سوالی که من میپرسم اینه که آیا خواب عمیق و کافی در شب داری یا نه. خواب کافی اگر ندارین، اگه خوابتون عمیق نیست، متاسفانه باعث چاقی میشه. حواستون باشه، یعنی باید یه کاری بکنین که خوابتون درست باشه. سیبو که small intestine bacterial regrowth هست، یعنی توی حالا به فارسی بخوام ترجمه کنم اینه که توی small intestine یعنی روده کوچیک یه باکتری هست که این خیلی سخته پیدا کردنش، خیلی سخت درمانش و شاید بعد چند ماه زیر نظر باشین که ببینین چیکار باید بکنین برای این. برای اینکه اگر شما از خاصی بودین که در گذشته آنتی بیوتیک استفاده کردین، متاسفانه این باکتری های خوب و باکتری های بد رو با هم میکشه و باید حتماً یه پروبایوتیک و پریبایوتیک استفاده کنین. بعضی موقع این دوتا هم با هم میکس کردن و توی یک قرص گذاشتن، توی یه دونه مکمل هست که میتونین اینو استفاده کنین حتما و به شما کمک میکنه که این حالت ورم معده و روده و این حالت شکمتون از بین بره. وقتی که این حالت بشه، یعنی این حالت ورم معده و روده و اینا بره پایین، شما راحت‌تر میتونین ورزش کنین، راحت‌تر میتونین دولا و راست بشین، راحت‌تر میتونین غذای مناسب تری بخورین و خیلی به شما عزیزان کمک میکنه. یک نکته خیلی خیلی مهمیه، میدونیم که راه رفتن و ورزش کردن باید باشه توی سیستم غذاییمون. یعنی فکر نکنیم که هرچی بخوایم بخوریم ولی کم بخوریم، کمتر بخوریم ولی ورزش نکنیم، اصلا کار نمیکنه. حتما باید راه رفتن و ورزش کردن رو توی برنامه روزانه‌تون قرار بدین. حالا خیلی جالبه، یه خانمی اومدن پیش من، یه مقدار اضافه وزن داشتن، گفتن من اصلا غذای زیاد نمیخورم، نمیدونم چرا چاقم. گفتن خب بگو ببینم چی میخوری از صبح تا شب. گفت نه گوشت قرمز میخورم، نه مرغ میخورم، نه ماهی میخورم، فقط از صبح تا شب من دهنم داره میجنبه و سالاد و سبزی و کاهو و کرفس و این چیزا میخورم. آخه ببینی عزیزان، اونم باید به اندازش باشه. شما نمیتونی از صبح تا شب فقط یک نوع، حالا چند نوع وجتبل رو بیان شروع کنین خوردن و فکر کنین که مقدارش اصلا مهم نیست. چرا؟ مقدار اون خوردن سالاد و سبزیجات هم خیلی مهمه و شما نمیتونی هی بگین از صبح تا شب من داره دهنم میجنبه ولی نمیدونم چرا لاغر نمیشم. پس حتما باید
این وعده غذاییتون شامل پروتئین باشه، شامل فایبر باشه، شامل یک مقدار چربی هایی که خوبه، مثلا حالا بعضی میگن آووکادو چاق میکنه، ولی من میگم یه مقدار کمش در روز چون چربی داره خیلی خوبه. مثلا چربی ها رو میتونی از کوکونات اویل یا روغن نارگیل استفاده کنی یا روغن زیتون استفاده کنی، ولی باید توی برنامه غذاییتون باشه. پروتئین باید حتما باشه. حالا یه چیزی که خیلی مهمه و خوردنش خیلی سخته، املاحیه که ما تمام املاح‌ها رو نمیتونیم توی اون برنامه روزانمون قرار بدیم. حالا جوانه گندم، جوانه مثلا عدس و ماش، دیدین وقتی که میخوایم عیده، میخوایم سبز کنیم، چطوری چیکار میکنیم؟ اگه بتونیم جوانه رو میل کنیم هر روز مثلا به مقدار حالا 30 تا 50 گرم، از تموم املاها شما یعنی کامل میشین دیگه و راحت خیلی درست کردنش. میتونین همیشه اینو داشته باشین، همیشه استفاده کنین و خیلی هم برای پوستتون خوبه، هم برای جوان موندن خوبه، هم برای دایتتون خوبه و اصلا کلن یه غذای خیلی خوبی. اگر هم نمیتونین درست کنین اینو، معمولا تمام فروشگاه‌های ارگانیک اینو رو دارن، حتما تهیه کنین، هر روز استفاده کنین و ببینین چقدر شما میتونین با این لاغر بشین. هیپنوتیزم یکی از بهترین روش‌هاییه که خیلی هولیستیکلی میتونه شما عزیزان رو لاغر کنه. البته وقتی که ما میگیم میخوایم لاغر بشیم، بعد از اینکه تمام این صحبتایی که کردم، تمام این اصولایی که گفتم ممکنه باعث چاقی بشه در نظر میگیریم، آزمایش خون رو نگاه میکنیم و بعد اگه دیدیم که دیگه از طریق مدیکلی فیزیکلی شما اوکی هستین، اون وقت شروع میکنیم به هیپنوتیزم کردنتون. هیپنوتیزم برای کاهش وزن خیلی به خوبی کار میکنه. قشنگ مثلا ما میپرسیم ازتون شما چه موقعی میرین دنبال غذا؟ آیا وقتی که بی حوصله این، حوصلتون سر رفته؟ آیا وقتی که اکسایتد هستین؟ وقتی که ناراحت و افسرده این؟ یا وقتی که خوشحالین؟ یا اصلا در تمام موقع ها شما دوست دارین دهنتون به جنبه بنچین کنین؟ ما همه اینا رو میپرسیم ازتون و همه اینها رو توی هیپنوتیزم براتون میذاریم. یعنی وقتی که شما توی MP3 اینا رو گوش میدین، ممکنه مثلا دفعه اول زیاد کار نکنه، ولی من داشتم آدم که حتی با یک دفعه کار کرده. ولی حتما بعد از 4 هفته، ما میگیم 3 هفته اگه میخواین شما عوض بشین، هر کاری رو میخواین توی زندگیتون عوض کنین یا به زندگیتون بیارین یا حذفش کنین از زندگیتون، اگه عادت شده باید 3 هفته روی اون کار کنیم، هیپنوتیزم بشین که دیگه اون کار رو انجام ندیم. مثلا اگه نون میخورین، که نون یکی از بدترین چیزهایی که برای چاقی شما میتونین استفاده کنین، یعنی هم گلوتن داره، همین که یه چیزی که پروسس شده هست. فکر نکنین که نون، خب نون گندم ایتوکی پس باید بخورم، نه، نون بدترین چیزی که شما میتونید استفاده کنید، برای که پروسس شده. مثل قدیما نیست که مثلا نون گندم بدن دست شما. حتی اگه ارگانیک بخرین، حتی اگه از بهترین فروشگاه هم بخرین، به علت چیزهایی که داره، حالا یا مخمره یا گلوتن یا هر چی پروسس شده است و این چیزهای پروسس شده شما رو شاق میکنه. پس ما اینو توی هیپنوتیزم حتما میگیم براتون که مثلا نون استفاده نکنین، نون بده، شروع کنین. حالا یه سری هم صحبت کردن که چرا نباید نون بخورین قبل از هیپنوتیزم، که وقتی هیپنوتیزمتون میکنیم شما قبول بکنین. برای که عزیزان من باید در نظر داشته باشین که وقتی که هیپنوتیزم میشین، فکر نکنین که مثلا شما یه چیزی رو نمیخواین بخورین بدون هیچ دلیل و برهانی، یهو بگیم دیگه نخور و مغز شما هم این رو
قبول کنه. نه، اول باید اکسپلینیشن هامون رو انجام بدیم، توضیحاتمون رو انجام بدیم با هم قبل از هیپنوتیزم به نتیجه برسیم که شما مثلا دیگه نباید نون بخورین و بعد اون رو توی هیپنوتیزم بگیم. وقتی این کارها رو میکنیم و صحبت ها میشه، اون موقع است که مغز انسان قبول میکنه ناشناخته ها رو، وقتی که صحبت میکنیم راجع به این چیزها. خب پس هیپنوتیزم یکی از بهترین چیزهایی که بعد از معمولا 3-4 هفته اثر میکنه. وقتی که میگم 3-4 هفته، همه ما میدونیم که خوردن ایموشناله، یعنی ما به خاطر چیزهایی که در زندگیمون اتفاق افتاده میریم سراغ غذا، حالا یا ریسنتلی یا مثلا تو این چند وقت قبل، یا اینکه در کوچیکی ما اتفاقی افتاده در 8 سال اول زندگی که وقتی که مثلا ما مثلا مادرمون خواسته به ما یه پاداش بده یا تشویقمون کنه، بهمون یه شیرینی، شکلات یا بستنی داده. اونها رو باید دیسنسیتایز کنیم، باید اونها رو از توی مغزتون در بیاریم با هیپنوتیزم. یا اینکه وقتی شما یه نوزاد شیرخواره بودین و خیلی کوچیک بودین و مثلا گوشتون چک میکرده یا یک عضوی از بدنتون درد میکرده و چون زبون نداشتین صحبت کنین، مادرتون هی شیشه شیر رو دهنتون گذاشته. پس اونم ما باید دیسنسیتایز کنیم و از روی سابکانشس مایند یا ضمیر ناخودآگاهتون در بیاریم که وقتی که یک چیزی اتفاق میفته تو زندگیتون که حالا خیلی هم مثبت نیست، سراغ غذا نریم. چیز دو بعدی که باید به شما عزیزان بگم اینه که خوردن لبنیات در هیچ موقع نمیتونه به شمایی که بخواید وزنتون رو کم کنین کمک کنه. پس لبنیات و شیر و این چیزها رو باید به طور کل بذاریم کنار. وقتی که ایموشنال ایتینگ داریم میکنیم، یعنی ما به خاطر یک موضوعی ناراحت کننده که توی ذهن ما میگذره ما هی میریم سراغ غذا، باید اونا دیسنسیتایز بشه. باید راجع به ناراحتی هاتون با اون تراپیستتون صحبت کنید و باید به یه نتیجه برسین که اون ناراحتی کم رنگتر بشه. حالا کسانی که میخوان لاغر بشن، من کاری که میکنم میگم همیشه برین یه دونه لباسی که از شما سایزش کوچیکتره، مثلا سایز 10 میخواین مثلا بشین سایز 6، یه لباس خیلی قشنگ، خیلی گورجس، خیلی که یعنی آرزو داشته باشین که این لباس چه مهمونی شرکت کنین، حتما و حتما اینو بخرین از خودتون کوچیکتر و اینو آویزون کنین یه جایی که به محض اینکه از خواب بیدار میشین میبینین و وقتی میخواین بخوابین حتی اونو نگاه میکنین و آخرین چیزی که میخوابین و به خودتون انگیزه میده، امید میده که آره من میخوام این لباس رو بپوشم و به خاطر این لباس لاغر میکنم. پس به شما یه انگیزه میده و یه امید میده که حتما این کار رو بکنین. ویژن بورد یعنی یک، حالا به فارسی نمیدونم ویژن بورد چی میشه، ولی کاری که میتونیم بکنین عزیزان اینه که یک مقوای چیزی تهیه کنین و تمام اون عکسایی که حالا خوشگلتر بودین، جوانتر بودین، لاغرتر بودین میتونین بذارین که اونم به شما انگیزه میده و بعد به خودتون میتونین یه پاداشی بدین، مثلا بگین اگر 5 پوند کم بکنم میتونم مثلا فلان چیز رو برای خودم بخرم. به خودتون پاداش بدین و خودتون رو تشویق کنین. پاداش و تشویق چیزیه که کار میکنه توی هیپنوتیزم و من همیشه از مراجعینم میپرسم مثلا اگه 5 پوند لاغر کنی چی میخوای بکنی؟ چی کار میخوای برای خودت بکنی؟ اگه 10 پوند میخوای لاغر کنی بعد چی کار میکنی؟ ببینید عزیزان، اگر شما بیشتر از 20 پوند مثلا 30 پوند، 50 پوند، 100 پوند باید لاغر بکنین، شما نمیتونین به مغزتون بگین وای من میخوام مثلا 100 پوند لاغر کنم. خیلی سخته، مغز انسان نمیتونه این رو بپذیره. باید چنج به آرومی صورت بگیره، یعنی اینکه باید به خودتون بقبولونین که من فقط میخوام 5 پوند لاغر کنم،
پنج پوند که لاغر کردین، پنج پوند بعدی میاد و رفته رفته این راحت تر میشه، این پروسس لاغر شدن راحت تر میره جلو. ولی اگه به مغز بگین 30 پوند باید مثلا لاغر کنم، اون وقتی که نمیپذیره مغز، اصلا میگه نه بابا خیلی سخته، میترسه. مغز انسان از ناشناخته ها میترسه. پس شما اگر مدت مدیدیه که توپل مپل و چاق و اینا هستین، خب عادت میکنه مغز، بدن عادت میکنه. همیشه خوردن یک پروتئین رو به شما عزیزان توصیه میکنم، یعنی حتما اگر تو برنامه غذاییتون یک پروتئین بذارین، حالا یا تخم مرغ یا تونافیش یا گوشت قرمز یا مرغ یا هرچی، یا ترکی یا بوقلمون، یا آجیلا میتونه، از آجیلها میتونی استفاده کنی به مقدار کم قبل از ساعت 2. اگر چیزهای چاق کننده میخواین بخورین، مثل اووکادو که باید بخورین، یا چربی ها مثل روغن زیتون، روغن نارگیل، یا مثلا از ناتس آجیل ها میخواین استفاده کنین، حتما قبل از ساعت 2 استفاده کنین. راجع به خوابتون صحبت کردم که خواب باید خیلی عمیق باشه. کارهایی رو انجام بدین که خوابتون رو عمیق میکنه. حالا اگه شب میخواین گلگاو زبون بخورین، اگر میخواین مراقبه داشته باشین، مدیتیشن بکنین، یا اینکه یه میوزیک خیلی سافت بکراند اتاقتون باشه، یا اینکه به یک حمام داغ برین، یه 5 دقیقه 10 دقیقه توی وان ریلکس کنین، یا اینکه دمای اتاقتون رو یه جوری درست بکنین که خیلی نه بالا و پایین بره، که یه توی موقعیت ثابتی بمونه که شما رو از خواب بیدار نکنه، یا اینکه همیشه در اتاقتون رو ببندین، پرده کرکره ها رو ببندین که صبح زود بیدارتون نکنه. و اگر نوشیدنی میخورین، سعی کنین مثلا دیگه ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، حالا نمیدونم چه ساعتی شما میخوابین، سعی کنین که نوشیدنی ها رو به حداقل برسونین که به خاطر دستشویی رفتن بیدار نشین. عزیزان من، یه چیز خیلی مهم که باید اصلا اول میگفتم بهتون اینه که ببینین، بدن انسان سموم رو جمع میکنه. وقتی سموم رو جمع میکنه، وقتی شما هر کاری بکنین نمیتونین لاغر بشین، یعنی که این غدد لنفاوی مثل یک ناودون توی بدن انسان هست، کار میکنه. وقتی که این گرفته باشه، مثلا ناودونتون، اگه برگا توی ناودون قرار گرفته باشه، آیا میتونه اون بارون رد بشه؟ چربی ها هم نمیتونن بیان بیرون از بدنتون. پس باید حتما قبل از اینکه بخواین وارد یک دایتی بشین، یا حالا هر جوری، هر دایتی که برای شما کار میکنه، اگر میخواین دایت بگیرین، باید حتما قبلش دیتاکس کنین. و این حالا دیتاکس رو میگن مثلا پاکیزگی، چه میدونم، هر جور میخواین اسمش رو بذارین، این بدن رو دیتاکس حتما باید بکنین. هر 6 ماه یک بار، وقتی که میبینین که مثلا یه مقدار شکمتون متورم شده، یا اینکه احساس میکنین که ممکنه مثلا عرقتون یه مقدار بدبو شده، زمان حتما دیتاکسه و باید این کار رو انجام بدیم. برای خودتون ارزش قائل باشین، خودتون رو دوست داشته باشین، هر طوری که هستین، چاق، لاغر، دراز، کوتاه، هر جور، با بدن خودتون در تماس باشین. یعنی وقتی که میخواین لاغر کنین، باید از بدنتون اجازه بگین، باید بگین بهش که من واقعا تو رو دوست دارم، ولی دوست دارم یک کمی لاغرتر شم، تو به من کمک میکنی؟ اجازه بدین که این بدن آمادگیشو داشته باشه که یهو شما نندازینش توی شوک. شاید به نظر شما این حرف من احمقانه به نظر برسه، ولی in the long run شما میبینین که اثر داره. یعنی اگه با بدنتون حرف نزنین یا بزنین وقتی که میخواین لاغر بشین، ببینین چه فرقی میتونه بکنه.
راجع به انگل ها صحبت کردم. انگل ها که ببینید، اگر شما سردرد دارید، اگه خسته هستید، اگه سینوزیت هاتون پرابلم داره، اگه اسهال یا یبوست دارید، اگر اشتهای زیاد یا اشتهای کم دارین، این نشون میده که شما انگل دارین، توی یه باکتری هایی دارین که توی شکمتون، همطور که گفتم یه چیزایی هست که باید اینو برین و کمک بگیرین. برای لاغر شدن این انگل ها خیلی کمک میکنه. اگر به دکتر برین، اگر این انگل ها رو از وجود خودتون بیرون بیارین. وقتی که میخواین لاغر کنین، مثلا میخواین یه چند پوند لاغر کنین، چرا باید حتما وقتی باشه که مثلا ما باید به یه عروسی بریم یا یه شخص مورد علاقمون، عزیزمون عروسیشه، ما میخواییم تو مهمونیش شرکت کنیم، چرا فقط اون موقع باید لاغر بشین؟ اگر میخواین همیشه لاغر باشین، اگر میخواین یه انگیزه و امیدی داشته باشین، اگر میخواین خوشحال باشین، اگر میخواین از افسردگیتون بیاین بیرون، با طریق هیپنوتیزم ما میتونیم شما عزیزان رو کمک کنیم که شما از شر این وزن اضافتون در امان باشین و بتونین وزن کم کنین. رفتن پیش یک تراپیست یا رفتن پیش یک شخصی که میتونه به شما عزیزان کمک کنه و این ناراحتی روحیتون رو بگین بهشون، میتونه از لاغر شدن شما توی لاغر شدن شما کمک کنه. چرا؟ برای اینکه استرس گفتیم باعث ترشح کورتیزول میشه که باعث چاقی میشه. پس باید شما یک نفر رو همیشه داشته باشین که این حرفاتون رو بزنین. حالا الان امروز روزه خیلی موقع گفتم که ما مسلسل وارانه داریم درس های زندگیمون رو میگیریم و الان بهترین موقع است که این چیزهای روانی رو، این ناراحتی های روانی رو بالاخره باهاش یه جوری در بیاییم ازش و مثل یک حمام روانی میمونه که ما این کارها رو انجام میدیم. پس برای خودتون ارزش قائل باشین. وقتی که اسم تراپی میاد، نترسین از این که حالا یه مقدار بودجه میخواد، یه مقدار باید پول بدم. البته که باید پول بدین، البته که باید زندگی کنین، همونطور که غذا میخورین، همونطور که پول خونه و زندگی و اجاره خونه و مورگج میدین، همونطور که تمام عیاب و ذهاب و این چیزا خرج داره، البته که روح و روانتونم اگه بخواین به یک سلامت روانی برسین یه مقدار خرج داره. پس با خودتون یه کمی مهربانانه تر رفتار کنین، خودتون رو دوست داشته باشین. برای شما مهمه که لاغر باشین، برای شما مهمه که سلامت باشین. پس برای وجود خودتون یک، شاید نمیدونم، شاید یه 2-3 هزار دلاری رو باید بذارین که تا اون مرسی تا اون وزن ایدال خودتون رو پیدا کنین. همونطور که گفتم، جنسیتتون، سنتون، خصوصیات بدنی، خصوصیات روحی روانیتون در این کاهش وزن خیلی اثر داره، فرق میکنه. دایت ها مختلفه، من برای هر نفر یک دایتی رو میذارم. همه دایت هایی که کسانی که به من رجوع میکنن یک جور نیست. هم از شما سوالات خیلی زیادی میشه و بهترین دایت رو اونطوری که باید داشته باشیم، بدون گرسنگی، بدون اینکه شما بخواید ناراحت بشین یا یک مثلا ناراحتی فکری داشته باشین که وای حالا مثلا چه اتفاقی میفته اگه من لاغر بشم، اون دلیل اصلیاش رو ما در میاریم. PLR یا Past Life Regression که فکر میکنم در هفته آینده بخوام راجع به اون صحبت کنم، خیلی میتونه برای اشخاص خیلی زیادی در کاهش وزن اثر کنه. برای اینکه گذشته ما، زندگی های قبلی ما
میتونه، مثلا ما میتونیم در قحطی خودمون یا عزیزانمون فوت کرده باشن، پس بنابراین همیشه میریم دنبال غذا، غذا خریدن، تمام کابینت های آشپزخونه رو از مواد غذایی پر کردن. اگه بدونیم که فقط این در زندگی قبل بوده که ما در قحطی فوت کردیم، شاید بتونه یک راه حل مناسبی باشه برای شما عزیزان. مثل اینه که یک آبی رو روی یک آتیش میریزن، میتونه به شما عزیزان کمک کنه. در اینجا به اتمام برنامه میرسیم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه اجازه دادین که چند دقیقه رو با هم باشیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید باشه. اگه دوست دارین چند پوندی لاغر کنین هولیستیکلی بدون عوارض جانبی، با من تماس بگیرین. خوشحال میشم که شما عزیزان رو در این راه کمک کنم. تلفن های من هست 310-248-0-20. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میرسم. خدا نگهدار. آیا میخواین تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون رو از دست دادین؟ اخلا با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه. در دو مطب تارزانا و لس آنجلس. میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصا نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.